یه بنده خدایی یه دکمه یه کد پیدا کرده بود، اینو محکم گرفت. آقای رفت در مغازه یه خیاطی که کد شلوار میدوزه، گفت که سلام علیکم، زحمت بکشید یه کد به این دکمه ما بدوزید. یه کد به دکمه. آقایون ترامپ و بایدن و اینا رو عرض میکنم، کشورهای اروپایی، آقایون دکمه رو چسبیدن، اصل کت رفت با پولای توش، خلاص شد. در خانه اگر کس هست یک حرف بزن. خدمت یکی از آقایون مراجع بودیم، دو بودم استفاده بودیم صحبت های مختلف، ایشون فهمیدن به این که در عراق، من که خیلی نبودم نمیدونم، در عراق ایشون میفهمیدن خیلی سال نید دوست سال فهمیدن قانون هستن، جز قانون کشوره که برخورد با بدحجاب و بیحجاب ممنوعه. یعنی یه زن بدحجاب اونجا که من یه وقتی زمان صدام من رفتم عراق، بله بغداد اگه میرفتید الانم میگن خبر من نمیدونم، یعنی اونجا چون زمان صدام که رفتیم یه گروه بودیم و 5 6 تا مأمور صدام و اینا، خلاص بعد اون جایی که اینا میگفتن از اون راهی که اینا میخواستن بریم، آزاد نبودیم سالا. رفتیم آرزم به خدمتتون که لخت عور، یعنی هیچ، یعنی کل بدن لبون بخ، میگفتن اینا مسیحیان، حالا هر جایی بودن من کارم، مثلا بغداد مسیحی نشینجا، کل پارچه‌ای که بدن این زن بود شاید یه متر نمیشد، کل بدنشون لخت. قانون در عراق ایشون میفرمود ای کسی با این جور زنی برخورد کنه، برخورد نه که بره بزنتش، ها بگه خانم خجالت بکش، آخه خوب نیست، زشته، اینجور همه پات و بدن و سنت لخته، یه چیزی سرت کن، صرف این گفتن جرم میگیرنش، آقا رو میگیرن، ها این که زن یا مرد، اینی که تذکر داده رو میگیرن، از نظر قانون جرمه، میگن به طرف آزادی، میخواد کسی لخت بگرده، حالا لخت لخت شده نمیدونم میزه میدن، یعنی ولانتور بگرده مثل اروپا کنن، میخوادم برای فقط یه دونه چشش بیرون باشه، آزادی. ایشون میفرمودن با این که در عراق این قانونه، یعنی کسی حق نداره اعتراض کنه ولو به زبون خوش، یعنی من الان اگر در عراق به یه خانم بگم خانم زشت آخری سرسلت رو ببند مثلا اینا، این اگه داده بیداد کنه پلیس بیاد منو میبره، میگه غلط کرده به این خانم حرف زدی، تذکر دادی، قانونشون. ایشون میفهمدن با این که این قانون عراق هست، بی حجاب و بد حجاب عراق در کوچه خیابونا در دانشگاه مخصوصا کمتر از ایرانه. آقایون اصلا کتر رو گم کردن، کارو خراب کردن، چسبیدن به این دگمه. امر معروف نهی از منکر شرایط دارد آقا جان، یکی از شرایطش احتمال تأثیره. الان یقین کنید اگه بخواید برید به زبون خوش، آه نه اینکه بگیری بکشی ببندی، این خبرایی که به ما میدن اینا که قطعا حرامه، چون این بنده خدا با حجاب نمیشه، هیچی بیدین داره هی تولید میشه، بچه بسا تعمدی هم باشه من نمیدونم، کار ندارم، یعنی سرم نمیشه که من سیاسی اینا بلد نیستم، عمدن دارن بله یه برنامه بله اسرائیل و اینا رو عرض میکنم ریختن که بله این نه تنها فایده نداره با حجاب نمیشه، این بدتر بغض دین اصلا و کیون اصلا این ذره دینی هم که داشته تموم میشه. اینجور جاها شما اصلا دخالت نکن، اونا هم خودشون میدونن، ما که نمیتونیم جلوشون رو بگیریم دیگه، زور از تو دستشون از تو خودشون، آقا پس ول کنیم بدتر میشه، اون به من شما ربطی نداره، اون زیر کار خرابه، اون بله زیر ساخته خراب شده، کوتر رو بردن، شما چسبید دکمه، دکمه رو بچسبید اینجاش، دکمه رو بچسبید که بقیش لخته، دکمه رو بذاره یا نذاره، شما سر دکمه حرفته. اینه که باید چیزای دیگه درست شه. یکی از شرایط هم معروف نهی از منکر احتمال تأثیره، اگر جایی میدونید احتمال میدید تأثیر داشته باشه برید بگید، اونم به زبون خوش. اگر میبینی نه مسخره میکنه هیچ فایده ای نداره، بله گفتنتون بله لزوم نداره هیچی، یعنی واجب نی، بلی که بعضی جا شبهه دار میشه، شما خیلی نمیخواد جای دیگه خراب شده، ببینید آب از سرچشمه خراب شده، آمدن بله 20 کیلومتر پایین تر میگن آب قرمز شما بشین آبیش کن، بالا کار خرابه.